سلام، من بیتا آذری هستم با برنامه دیدگاه. بی تدبیری مسئولان، باران این مائده آسمانی را در خوزستان به فاضلاب تبدیل می کند. مردم شهرهای خوزستان با هر بارش شدید باران در فصل سرما متحمل هزینه های گزاف و رنج های فراوان می شوند. رنج هایی که مسئولان جمهوری اسلامی همواره یک وعده بی پشتوانه برای رفع آن دارند. خسارت مردم را جبران می کنیم. پرسش اینجاست که با وجود سابقه بحرانزایی سیل و باران در خوزستان و فرسودگی دیرینه شبکه فاضلاب استان، چرا هزینه‌ای که میتواند صرف پیشگیری شود برای جبران خسارت مصرف میشود؟ علت تأخیر در پروژه فاضلاب خوزستان چه بود؟ چه کسانی مسئول وارد شدن خسارت هنگفت به جان و مال مردم خوزستان و زیرساخت‌های این استانند؟ در این برنامه دیدگاه با مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار از ایتالیا، دلایل اهمال‌کاری مسئولان در ترمیم و توسعه شبکه فاضلاب خوزستان را بررسی می‌کنیم. آقای نخل احمدی، شریعتی استاندار خوزستان گفته با موافقت رهبری 50 میلیون یورو از صندوق توسعه ملی به رفع مشکل فاضلاب استان خوزستان اختصاص داده شده. با توجه به اینکه این مشکل جدید نیست در خوزستان، آیا خامنه ای صبر کرده که فاضلاب تا گلوی مردم استان بالا بیاد بعد این رو تایید بکنه؟ خدمت شما عرض کنم که به گفته برخی کارشناسان، بحث سیل و خب به حال وقوع این مسائل بخشش برمیگرده به تغییر اقلیم در این منطقه که خب به حال باز هم مقصر حاکمیت و دولت و برنامه‌ریزی ناکارآمد اونها هستن و بخشش هم به تغییر نظام بارش هست. اما اگر ما یک برگردیم به عقبتر، یعنی در دهه 80 نگاه بکنیم، در دهه 80 گزارش های منتشر شد مبنی بر این که سیستم فاضلاب اهواز و برخی از شهرهای استان خوزستان اینها بسیار کهنه هستند و امکان عبور یا خروج آبهای سطحی رو ندارن. با توجه به اینکه در اهواز ما سیستم مهار کردن آبهای سطحی رو نداریم و فاضلاب این وظیفه رو بر عهده داره، اعلام کرده بودم که نیاز به بروزرسانی و تکمیل یا اصلاح این سیستم هست. در همون زمان در دهه 80 گزارش های منتشر شد که تقریبا سیستم فاضلاب شهر اهواز برای 400 تا 500 هزار نفر مناسب هست. با افزایش شهرنشینی در شهرهای مثل اهواز و بالا رفتن جمعیت و فرهنگ آپارتمان نشینی، دو دهه هست که برخی مسئولین صحبت از این میکنن که این سیستم کارآمد نیست و جوابگو نیست برای شرایطی که الان شهر اهواز داره. اما متاسفانه هیچ گونه نگاه یا در واقع اقدامی برای این مسئله نشده. اولین شاید بشه گفت به صورت جدی مسئولیت و متهم این داستان هم آقای خامنه ای هست. آقای خامنه ای دو بار در طول این سالها سفر به استان خوزستان داشتن. یکی از بزرگترین مسائل و مشکلات خوزستان همین بحث فاضلاب و بحث آبهای سطحی هست. بهشون منتقل کردن، ایشون در یک داستان دیگه هم در جریان این مشکل بودن. اما اهمالکاری یا در واقع نوع نگاهی که متاسفانه آقای خامنه‌ای و سران نظام نسبت به برخی استان‌ها مثل خوزستان، مثل سیستان، بلوچستان و کردستان دارن، باعث شده این مسئله بیش از دو دهه هست به تعویق افتاده حل این مشکل و امروز ما شاهد چنین مسائل و فجایعی در این استان‌ها هستیم. مسئولان کشوری و استانی میگن نبود بودجه عامل تأخیر اجرای حل مسئله آب و فاضلاب خوزستانه. این بهانه یا مسئله چقدر درسته آقای نخل احمدی؟ به هیچ عنوان درست نیست. عرض کردم ببین در سال 83 اداره آبفای خوزستان، مشخصا شهر اهواز، گزارش منتشر کرد مبنی بر اینکه اگر ما زودتر اصلاح نکنیم سیستم فاضلاب شهر اهواز رو، در آینده دچار مشکل میشیم. در همون زمان آقای علی کریمی، مدیر عامل که سابق آبفای اهواز، اعلام کرد که ما پیگیر گرفتن یک وام از بانک جهانی بودیم در سال 83. این مسئله در نهایتا در سال 93 محقق شد. این وام به مبلغ
149 میلیون دلار به ایران اختصاص پیدا کرد تا برخی از شهرها مثل اهواز و شیراز، رشت و ساری مشکل آب و فاضلاب اونها حل بشه. اما جالب هست که در طول تمام این سالها هیچ وقت مشخص نشد این وامی که در مشخصا برای حل این مسئله گرفته شده، این سرنوشت این وام چی شد. گزارش های منتشر شده مبنی بر اینکه در همون زمان بانک جهانی اعلام کرد که 149 میلیون دلار رو بانک جهانی تقبل میکنه برای رفع این مشکل و 100 میلیون دلار رو باید خود دولت ایران در واقع تقبل بکنه و در این پروژه مشارکت بکنه. جالب هست از سال 93 که این وام پرداخت شده و خب طبیعتاً در اون زمان الزامی برای اینکه این مسئله باید زودتر حل و فصل بشه وجود داشت، حداقل در یک دهه گذشته. این 100 میلیون یورو هیچ وقت پرداخت نشد. بعدها گزارش آمد مبنی بر اینکه دلیل تأخیر در واقع اختصاص این 100 میلیون یورو این بوده که بین دولت و استانداری خوزستان و سپاه پاسداران و قرارگاه خاتم الانبیا یک رقابت و اختلافی بوده مبنی بر اینکه چه کسی یا چه ارگانی پر این پروژه یا پیمانکاری این پروژه رو به دست بگیرن. رقمی نزدیک به 150 میلیون دلار تخمین زدن که هزینه این پروژه هست و خب طبیعتاً این یک رقم بسیار بسیار وسوسه برانگیزی هست که این نهادها و این گروه‌های مافیایی قدرت به بهانه اینکه خب بتوانن در واقع این پروژه رو در دست بگیرن و فسادهای خودشون رو از این مسئله دریافت بکنن، نزدیک به 10 سال هست که این مسئله به تعویق افتاده. در سال گذشته قرارگاه خاتم الانبیا موفق شد این پروژه رو در دست بگیره. بلافاصله آقای رهبر اعلام کرد که یا مجوز اون رو داد که از صندوق توسعه ملی 100 میلیون یورو به این پروژه مسئله فاضل آب و فاضل آب خوزستان تعلق بگیره. یعنی آقای خامنه ای به راحتی 10 سال در واقع تمام مشکلات و مصیبت هایی که متحمل شدن مردم ایران، مردم این استان، اینها رو ندیده گرفته فقط به خاطر اینکه نهایتاً بتونه قرارگاه خاتم الانبیا رو به این سود یا در واقع به پیمانکاری این پروژه برسونه. میزان خسارتی که بعد از هر بارندگی و سیلاب به مردم خوزستان و زیرساخت‌های خود استان وارد میشه آیا قابل محاسبه و جبرانه؟ و اینکه دولت در جبران این خسارت‌های گذشته چه کارهایی انجام داده؟ اجازه بدیم ارجاع بدم به مصاحبه‌ای که آقای شریعتی استاندار خوزستان در 3 خرداد ماه 99 با ایسنا انجام دادند. در اون زمان ایشون اعلام کردند که در سیل سال 98 نزدیک به 16 هزار میلیارد تومان خسارت وارد شده. از این 16 هزار میلیارد تومان ایشون اعلام کردن 1.4 هزار میلیارد تومان به شبکه فاضلاب خوزستان اهواز در واقع خسارت وارد شده. مابقی اینها به خساراتی بوده که به مردم وارد شده. حالا این خسارت شامل بحث‌های کشاورزی بوده، دامداری بوده، زمین‌هایی که اینها مشکل پیدا کردن، خانه‌هایی که زیر آب رفتن، بیزینس‌ها، مغازه‌هایی که زیر آب رفتن و مسائل از این قبیل. ما اگر که نگاه بکنیم به اقدامی که یا صحبتی که چند وقت پیش آقای نجار انجام داد، رئیس سازمان مدیریت بحران، اعلام کرد که دولت 300 میلیارد تومان هزینه مدیریت بحران برای سیل اخیر در خوزستان رو پرداخت نکرده. دولت اعلام میکنه که ما تحریم هستیم و امکان چنین پرداختی رو نداریم. اینا رو کنار هم بذاریم، دولتی که امکان این رو نداره 300 میلیارد تومان برای کنترل بحران بده، آیا منطقی هست که ما باور بکنیم نزدیک به 15 هزار میلیارد تومان خسارت مردم رو در هر باری که در این استان سیل میاد و خسارت میبینن مردم در واقع پرداخت بکنه؟ طبیعتاً نه. طبیعتاً خب به هر حال مثل بقیه شرایط یا زمانهای دیگه در این مواقع مردم به حال خودشون گذاشته میشن و مردم خودشون باید از عهده خودشون بر بیان. کما اینکه در این سیل هم میبینیم مردمی هستن که خودشون خودجوش میان یک سری اقدامات انجام میدن تا از ضرر بیشتر اینها جلوگیری بکنن. پرسش آخر من آقای نخل احمدی به عبارتی ادامه سوال اولمه، چرا در پروژه فاضلاب خوزستان تأخیر شد؟ یعنی چه کسانی مقصر وارد شدن این همه ضرر هنگفت جانی و مالی به مردم هستند؟
ببینید، دو مسئله رو باید در نظر بگیریم به نظرم. اولا این که متاسفانه در کلیت نگاه جمهوری اسلامی ایران با توجه به که یک نظام ایدئولوژی هست و شهروندان درجه بندی هستند، ما با توجه به قومیت یا زبان یا به هر حال مذهب شهروندان، اینها طبقه بندی میشن به شهروندان درجه یک، دو، سه و درجه چندم. ما متاسفانه از ابتدای انقلاب شاهد هستیم در استانهای مثل سیستان و بلوچستان، خوزستان، کردستان، به دلیل تفاوت که در قومیت اینها یا مذهب اینها وجود داره، آمدانه، این رو با صراحت عرض میکنم، آمدانه جمهوری اسلامی و تا دولتهایی که در این نظام بودن نگاه بسیار بسیار کاهلانه به مسئله یا مشکلات این استانها داشتن، گویی که اینها عمدن خواستن تمام این مشکلها ادامه پیدا بکنه. پروژه فاضلاب در خوزستان یک امری بوده که از 20 سال گذشته راه حل اون مشخص هست. آقای رهبر جمهوری اسلامی در جریان بوده، کل دولت هایی که آمدن در جریان بودن. اما دو مسئله هست. اول این که خب به هر حال نظام جمهوری اسلامی عمدن به دنبال این هست که این استانها با همین وضعیت اسفباری که هستن بمانند. و مسئله بعدی این هست که در رقابت مافیاهای اقتصادی که در نظام جمهوری اسلامی ایران هستن، این مافیاها حاضر هستن به قیمت جان و سرنوشت مردم، فقط به خاطر اینکه بتونن سود بیشتری داشته باشن، حاضر هستن که هر گونه معامله سر سرنوشت و معیشت مردم بکنن. ممنونم از شما مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر از تورین، ایتالیا. از همراهی شما با این برنامه دیدگاه سپاسگزاریم.